درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. پلیس آلمان 4 ایرانی را در ارتباط با تجاوز به یک پناهجوی ایرانی در این کشور دستگیر کرد. سارا دلدار از بازداشت شدگان قیام ژینا و زندانی سیاسی سابق در اثر عفونت ناشی از ساچمه جان خود را از دست داد. دو جوان دیگر بر اثر خشونت ماموران در گیلان جان باختند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امیدوار است پیش از انتخابات آمریکا با مسعود پزشکیان دیدار کند. مسئول عملیات گروه پیکاکا در ایران در شمال عراق کشته شد. شمار کشته های حمله اسرائیل به مکان های نظامی در سوریه به 16 تن رسید. ایلان ماسک یک برنامه 4 ساله برای اسکان بشر در مریخ ارائه کرد. و بیش از 10,000 تن به دلیل گسترش سریع آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا مجبور به تخلیه اجباری منازل خود شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 9 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 19 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. در ادامه تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، فرمانده سپاه پاسداران گفت انتقام از اسرائیل متفاوت خواهد بود. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه 18 شهریور ماه در یاسوج گفت اسرائیلی ها طعم تلخ انتقام از شرارت هایشان را خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، حسین سلامی درباره اینکه انتقام از اسرائیل کی کجا و چگونه خواهد بود گفت حتما متفاوت عمل خواهد شد و این معما زمانی برای همه حل می شود. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها اسرائیل را به انتقام تهدید کردند و جمله عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز کار خود در این سمت چندین بار گفت که پاسخ ایران به اسرائیل دقیق و حساب شده خواهد بود. در خبری کوتاه، شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس با اشاره به سالروز تولد پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سراسری سال 1398 نوشت بار دیگر بر پیمانی که با آنان بسته ایم تاکید کنیم و اهداف والا و عزم میهن پرستانیشان را راهنمای عمل خیش قرار بدهیم. پلیس آلمان از بازداشت 4 ایرانی در ارتباط با تجاوز به یک پناهجوی مرد ایرانی در این کشور خبر داد. برخی رسانه‌های آلمان از احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی و وابسته بودن افراد بازداشت شده به جمهوری اسلامی خبر دادند. 4 متهم بازداشت شده شهروندان هلند و دانمارک اما با ریشه ایرانی هستند. پلیس آلمان روز دوشنبه خبر دادند که این متهمان که 24، 34، 42 و 46 سال سن دارند بازداشت شدند و اکنون تحت بازجویی قرار دارند. شامگاه شنبه 17 شهریور ماه چندین تن به یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در محوطه یک کارخانه آبجوسازی متروکه در شهر ازولون واقع در غرب آلمان به شکل گروهی تجاوز کردند. بر اساس گزارش دادستانی آلمان، آنها قربانی خود را بسته و به او با هدف تحقیر جنسی تجاوز کردند. شاهدان بعد از شنیدن صدای فریادهای قربانی از این ساختمان متروکه با پلیس تماس گرفتند و ماموران بدن مجروح او را پیدا کردند. 4 متهم هم در منطقه جنگلی مجاور محل جرم بازداشت شدند، اما به گفته پلیس 2 مظنون دیگر همچنان متواری هستند و پلیس در حال جستجوی آنهاست. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمان، این مرد پناهجو از مخالفان جمهوری اسلامی است که در آلمان پناهنده بود. اشپیگل هم در گزارشی به نقل از پلیس از احتمال وجود انگیزه های سیاسی برای این تجاوز خبر داد. اداره حفاظت کشور آلمان که در زمینه جرایم سیاسی تخصص دارد، تحقیق درباره این پرونده را بر عهده گرفته است.
سارا دلدار، زندانی سیاسی سابق گیلانی و اهل رشت، 32 ساله، که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 دستگیر شده بود، در اثر عفونت‌های ناشی از جراحات ساچمه در سر و بدن جان خود را در یکی از بیمارستان‌های رشت از دست داد. به 9 ماه پیش در دی ماه سال 1402 بعد از سپری کردن 6 ماه حبس به طور مشروط از زندان لاکان رشت آزاد شده بود. سارا دلدار بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری در بحبوحه خیزش زن زندگی آزادی به دلیل کمک به مجروحین خیزش سراسری سال 1401 توسط نیروهای جمهوری اسلامی مورد اصابت ساچمه قرار گرفته و در رشت بازداشت شده بود. بنا به گزارش منابع حقوق بشری، در آستانه سالگرد اعتراضات سال 1401 به خانواده سارا دلدار فشار آوردند که درگذشت او را علنی نکنند و به همین دلیل مراسم تدفین او تنها با حضور تعداد محدودی از افراد خانواده انجام شد. مرگ سارا دلدار به عنوان یکی از بازداشتی های قیام ژینا و به عنوان کسی که به مجروحین کمک می کرده در آستانه دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی عمیقا تراژیک است. مرگ او بر اثر عفونت ساچمه ها مصداق نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان است. مریم عباسی، مادر نفس حاجی شریف، دختر نوجوانی که تیر ماه امسال در تهران در ارتباط با حجاب اجباری با ضرب و شتم شدید ماموران بازداشت شد، در گفتگوی تازه خبر داد که با گذشت 2 ماه و نیم از این واقعه مسئولان حتی جلسه دادگاه این پرونده را هم برگزار نکردند. و همچنین خبر داد که دخترش از آن زمان دچار اضطراب و استرس شدید شده و افزوده که دخترش از خانه بیرون نمی رود و مدام از من می خواهد که از ایران برویم. مریم عباسی روز دوشنبه 19 شهریور ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد از بی‌اعتنایی دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده سخن گفت. وی در ادامه توضیح داد که بلافاصله به همه نهادهای قانونی شکایت کردم و اکنون 2 ماه و نیم است که من و وکیلم در حال رفت و آمد هستیم، اما نتیجه نگرفتیم. به گفته خانم عباسی، بعد از 2 ماه و نیم یک جلسه دادگاهمان برگزار نشده، اما یکی از ماموران خانم که نفس را گرفته مدت‌ها بعد ادعا کرده که انگشتش در رفته و بلافاصله برای او وقت دادرسی تشکیل دادند. به تاکید کرد که در رابطه با پرونده دخترش پلیس امنیت به دستور قضایی پاسخ نداده و حتی فیلمی که مامور انتظامی با هندیکم گرفته و در فیلم مشخص است را ارائه نمی کند. اطلاعات منتشر شده از جان باختن 2 شهروند در پی شکنجه ماموران در گیلان حکایت دارد. امیررضا حامدی عثمان وندانی، سرباز وظیفه، بر اثر شکنجه مقامات انتظامی در گیلان جان خود را از دست داد. بنا به اطلاعات رسیده، حامدی سرباز وظیفه نیروی انتظامی بود و در اثر ضرب و شتم مقامات انتظامی در پاسگاه شهر احمد سرگوراب در شهرستان شفت واقع در استان گیلان جان خود را از دست داد. این سرباز که پیشتر به دلیل حضور در جریان خیزش سراسری سابقه بازداشت داشته است، چند روز پیش از جان باختن با مراجعه به خانواده‌اش گفته بود که به دلیل درگیری و اختلاف با مافوق خود حاضر نیست که خدمت سربازی اجباری را ادامه بدهد. پدر این سرباز در واکنش به این خواسته فرزندش بر ادامه انجام خدمت سربازی او اصرار داشت و او را با خودرو به پاسگاه محل خدمتش منتقل کرد. این فرد مطلع از این پرونده گفته است که همان روز و بعد از ساعتی از بازگشت این سرباز جوان به پاسگاه و بازگشت پدرش، با خانواده این سرباز از پاسگاه تماس گرفتند و اعلام کردند که فرزندش خودکشی کرده و جان باخته است. با این حال فرد مطلع از پرونده گفته است که جان باختن حامدی در اثر ضرب و شتم صورت گرفته و آثار این ضرب و شتم بر بدن وی مشهود است. مراسم خاکسپاری او هم با حضور پررنگ ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فضای امنیتی برگزار شد. از سوی دیگر یک شهروند 35 ساله به نام مازیار مؤدب در امرداد امسال بر اثر ضربات باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشتگاهی در رشت جان خود را از دست داد. طبق اطلاعات رسیده، ماموران نیروی انتظامی به خانواده این شهروند اهل روستای بوئین از توابع شهرستان فومن گفتند که او با اتهام سرقت در بازداشتگاه بود و همانجا حالش بد شد و در حین انتقال به بیمارستان جان باخت. رادیو در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که نشانه ای از سرعت گرفتن یا افزایش غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران یافت نشده است. رافائل گروسی که در اولین روز از 4 روز نشست شورای حکام آژانس در وین با خبرنگاران صحبت می کرد گفت این اظهار نظر یک گزارش کلی از وضعیت است و با اینکه ایران در حال یک سری فعالیت هاست اما چیزی با شتاب انجام نشده است. از گروسی سوال شد آیا امیدوار است که مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در فاصله زمانی بین روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا و نشست سال آینده شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل شود؟ وی پاسخ داد امیدوار هستیم که در این مدت به برخی مسائل رسیدگی کنیم. وی گفت که سخت خواهد بود که بتوانیم همه مسائل را در این مدت بررسی کنیم، اما اظهار امیدواری کرد که با همکاری تهران یک روند کاری برای رسیدگی به همه مسائل پرونده هسته‌ای ایران آغاز شود. گروسی به خبرنگاران گفت که امیدوار است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با مسعود پزشکیان دیدار کند، اما برنامه‌ای برای ملاقات با او در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. سازمان اطلاعات ترکیه خبر داد که ماموران این سازمان یکی از افراد ارشد حزب کارگران کردستان پکاکا را که مسئول عملیات این گروه در ایران بوده کشتند. به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این فرد که صالح آقبیک نام داشته و نام مستعار او نوژیان آمد بود در شمال عراق کشته شده است. منابع امنیتی میگویند که خانم آقبیک که از سال 1993 در گروه پکاکا فعال بوده روز شنبه 17 شهریور ماه در شهر سلیمانیه کردستان عراق هدف قرار گرفته است. رسانه‌های ترکیه همچنین از عضویت صالح آقبیک در حزب حیات آزاد کردستان پژاک خبر دادند. پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و کوموله سه گروه عمده کرد ایرانی مستقر در عراق هستند که جمهوری اسلامی با بخش‌هایی از آنها درگیری نظامی دارد. اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه 19 شهریور ماه با تجمعات کارکنان صنایع نفت و گاز در بوشهر و عسلویه و همچنین بازنشستگان مخابرات دست کم در 11 استان ادامه یافت. همزمان گروهی از معلمان معترض نهضت سوادآموزی در تهران و نیروهای خدماتی آموزش و پرورش در اصفهان اعتراض کردند. حکم اعدام گروهی دست کم 6 زندانی در سحرگاه دوشنبه 19 شهریور ماه از جمله 4 زندانی بلوچ و یک تبعی افغانستان در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. به گزارش هالبش این زندانیان که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند
پیشتر در روز شنبه 17 شهریور ماه برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. هویت برخی از زندانیان اعدام شده توسط منابع مطلع تایید شده است. از جمله دو زندانی بلوچ که هویت یکی از آنها به نام سعید حسن‌دهی 30 ساله اهل زاهدان و دارای 3 فرزند و دیگری با نام خانوادگی رودینی مشخص شده است. زندانی تبعی افغانستان هم نور محمد نوری نام دارد که 32 ساله و دارای فرزند اهل ولایت نیمروز افغانستان بوده است. همچنین فرزاد سنچولی 29 ساله و اهل زابل از دیگر زندانیان اعدام شده است. رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه از افزایش شماره کشته شدگان حمله منتسب به اسرائیل به شماری از مکان‌های نظامی در منطقه مرکزی سوریه در شبانگاه یکشنبه به 16 تن خبر دادند. این مرگبارترین حمله منتسب به اسرائیل در خاک سوریه از زمان حمله 13 فروردین به کنترلگری حکومت ایران در دمشق است. اسرائیل پیروی سیاست نتایید و نتکذیب در ارتباط با حمله‌های منتسب به این کشور در خاک سوریه تا به این لحظه از خودش واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری رسمی دولت سوریه استانا به نقل از یک منبع نظامی مدعی شد که اسرائیل ساعت 20:11 دقیقه یکشنبه شب به وقت محلی شماری از مکان‌های نظامی در منطقه مرکزی این کشور را هدف حمله قرار داد. بنابر ادعای این منبع، پدافندهای هوایی سوریه تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کردند. سانا در ادامه ادعاهای خود افزود که 36 تن بر اثر این حمله زخمی شدند که جراحات 6 تن از آنها جدی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی در منطقه گزارش داد که چندین حمله علیه یک مرکز تحقیقاتی عمده تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی در نزدیکی مسیاف واقع در استان حما در نزدیکی سواحل مدیترانه انجام شده است. به گفته آنها تصور می شود که تیمی از کارشناسان ایرانی دستن در کار در تولید این جنگ‌افزارها در زمان حمله در مکان مورد اشاره بودند. با این حال یک منبع نظامی نزدیک به دولت بشار اسد و حکومت ایران این روایت را که مکان مزبور یک تأسیسات جنگ‌افزارهای شیمیایی تکذیب کرد و مدعی شد که یک مرکز تحقیقاتی مشهور در سوریه است. وزارت امور خارجه سوریه حمله یک شنبه شب را به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه آشکار محکوم کرد. این وزارتخانه مدعی شد که علاوه بر 16 کشته و 36 زخمی، خسارات مادی به برخی مکان‌های مسکونی هم وارد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در حال رقابت با کامالا هریس برای بازگشت به کاخ سفید است، روز یکشنبه در جریان یک تجمع انتخاباتی در ایالت ویسکانسین آمریکا گفت حمایت ولادیمیر پوتین از رقیبش به او برخورده است. ترامپ در جریان این سخنرانی پوتین را به یک شطرنج باز تشبیه کرد و با اشاره به لبخندش هنگام حمایت از کامالا هریس به طور تلبیهی گفت شاید حمایت پوتین از کامالا هریس نوعی شوخی بوده است. چند روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان یک مجمع اقتصادی در پاسخ به سوالی گفت که دونالد ترامپ بیشترین تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کرده و اظهار امیدواری کرد که کامالا هریس در صورت موفقیت در انتخابات این شیوه را تکرار نکند. پوتین که در یک جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در مجمع اقتصادی ولادیوستوک در شرق روسیه صحبت می‌کرد، با اشاره به توصیه جو بایدن به طرفدارانش برای حمایت از کامالا هریس با لبخند گفت ما هم اینجا همین کار را خواهیم کرد و از او حمایت میکنیم. در جمهوری روسیه گفت خنده های کامالا هریس آنچنان مصری است که نشان میدهد با هیچ چیزی مشکل ندارد. پوتین افزود ترامپ به اندازه بقیه رئیس جمهوری های آمریکا علیه روسیه تحریم وضع کرده است. اگر اوضاع هریس خوب است شاید از اعمال چنین تحریم هایی خودداری کند. نخستین مناظره تلویزیونی کامالا هریس و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 10 سپتامبر انجام می شود. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number.
دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیگلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیگلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. قدرتمندترین موشک ساخت بشر با وجود تجربه پرتاب‌های ناموفق برای انجام پنجمین مأموریت خود آماده میشود. مأموریتی که در پی ثبت شلیک موفق چهارم توسط استارشیپ، ایلان ماسک را بیش از پیش برای تحقق رویای سکونت انسان در مریخ امیدوار کرده است. ایلان ماسک با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نخستین پرتاب استارشیپ به مریخ در 2 سال آینده رخ می‌دهد و دریچه‌ای تازه در زمینه انتقال انسان از زمین به مریخ باز می‌شود. مدیر عامل شرکت فضایی اسپیس ایکس تأکید کرد که این پرتاب که با هدف واقعیت بخشی به فرود بر مریخ انجام می‌شود بدون خدمه خواهد بود. ایلان ماسک نوید داد که در صورت کسب تجربه فرود موفقیت‌آمیز بر سطح مریخ، نخستین گروه از انسان‌ها ظرف 4 سال آینده راهی مریخ می‌شوند. بیش از 10,000 تن به دلیل گسترش سریع آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا مجبور به تخلیه اجباری منازل خود شدند. با گسترش آتش سوزی در دامنه‌های جنگل ملی در شرق لس آنجلس، کسانی که باید هر چه سریع‌تر منازل خود را ترک کنند بیشتر می‌شود و ده‌ها هزار خانه و ساختمان‌های دیگر در معرض خطر هستند. شعله‌های آتش در امتداد کناره‌های جنگل ملی سان برنادینو در حدود 100 کیلومتری شرق لس آنجلس از کنترل خارج است. این آتش سوزی که دلیل آن هنوز مشخص نیست، از روز پنجشنبه 5 سپتامبر آغاز شده و تا صبح دوشنبه حدود 80 کیلومتر مربع را تبدیل به زغال کرد.
در روز یکشنبه 8 سپتامبر بیش از 1800 آتش نشان به همراه بالگردهای آبپاش و سایر هواپیماهای اطفای حریق در حال مبارزه با آتش بودند. این آتش سوزی 3 تن را مجروح کرده است، اما مقامات جزئیاتی در مورد میزان جراحات منتشر نکردند. فرماندار کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.